خب این آقای ارجمند خان رو صدا میکنی فهمی؟ آقای ارجمند خان این الان نمیره صفحه بعد چرا؟ بنویسی پایینش میره پایین تر فرمی؟ آره آره بوده پایین تر وقت اینم نمیخوامش فکر کنم چیز شه بپر بزن یه دونه بذارم کجا؟ بخشی بس خب نرسی ها دست درد نکنه. سال 16 قرار بود که رو تخته بنویسیم بچه، چون امکانات نمیدونم وبکم و گچ و ایناشون خیلی میزون نبود، رو تخته کیفیتش خوب نشد. تو کلاس های دو تا کلاس اول با تخته برگزار کردیم. آقای بابایی بعد من سرویس اینای خودم رو نیه بودم استاد قایبای کلاس رو فرمی؟ یه خود کارمون ترتمیزتر بود آماده تر. اینجا مجبوریم دوباره از نو بنویسیم سوالا رو، یه خود هم زمانمون گرفته میشه هم کیفیتش فرق میکنه. خب سال 16 میکروفونمون بسته است. خب میکروفون باز میکنه، از اینجا باز کنیم، اینجا باز کنیم. چشم میکروفونم یه جاش میکروفون داره، کجاش رو کدوم داره از اون اگه باز کنم. بله حالا خب شما صدا میاد بچه ها؟ صدا خوبه؟ تصویرم هست؟ بله مرسی. خب شما این گزارشی می نویسن شما می چطشون بخونی؟ حالا بالاخره بگی چون من باید این برای نگاه کنم اون وقت باش گفته عرف خدمتون سوال 16 اصلا حرفایی رو نشدیدن این گفته اولی گویایی که نماد اشاری آنها در زیر آورده شده را بیابید. یک و دوتا بعد گفته دوازده صدم بعد سه ممیز هفت و دو بعد سه و پنجاه و هفت خب بچه و دو و بیست و پنج. خب بچه ها برای تبدیل عددهای اعشاری که متناوب نباشند، اعداد اعشاری که متناوب نباشند تو کلاس شیشه و دبستان هم یاد بگیرید. میایم یه خط کسری میکشیم، عدد رو بدون اعشار توی صورت بنویسیم، یه دونه یک مخرج میذاریم، به تعداد رقم های اعشاری صفر میذاریم، یعنی این میشه تبدیل به متعارفی. پس اعدادی که تحقیقی هستن یا مختومن، یعنی که اعشارشون تکرار نشده، میایم خودشو بدون ممیز صورت بنویسیم، یه دونه یک مخرج، به تعداد رقم های اعشاری توی مخرج صفر میذاریم. شد آقایون. خب اما میایم سراغ بعدی، این بهش میگیم متناوب ساده. چسب متناوب ساده است، چون این معنی اینه بچه ها، صفر ممیز دوازده 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 همینجوری تا روز قیامت دوازده تکرار میشه. حالا برای اینکه مشخص بشه چه عددی تکرار شده این علامت رو میذارم که میگن دوره گردش، به این میگن دوره گردش. خب حالا ما خواهیم ببینیم چه کسری بوده که صورتش تقسیم بر مخرجش شده یا همچین چیزی شده. چند رقم بچه تکرار میشه؟ اگر چند رقم داره تکرار میشه؟ دو رقم. چون دو رقم تکرار میشه کل رابطه رو در صد درد میشه. اگر یک رقم تکرار میشه در چند درد میکردیم؟ در اگر سه رقم بود اینجا در صد درد میکنیم میشود صد ایکس مساوی دوازده ممیز دوازده. حالا این دوتا رو از هم کم میکنیم میشه صد ایکس تو
منهای ای سر که 12 ممیز 12 منهای 0 ممیز 12 اون یک سر ایکس منهای ای چقدر بچه ها 99 ایکس چون یه دونه ایکس سر تا ایکس داریم یه دونه ایکسش برداشته میشه میشه 99 ایکس اینجا این دور گردش ها با هم میرن میشه 12 یعنی در نتیجه x مساویه با 12 99 به 3 ساده میشه میشه 4 اگر کسی متوجه نشده لطفا بگه سوال هست آقایون خب باش سه ممیزه سه بهتر شد الان یک باش سه ممیزه هفت چند رقم تکرار شده بچه چند رقم گردش داره یک رقم پس میاییم زبدر چند رقم اینجا رو زبدر ده میکنیم این رقم میشه ده ایکس اینجا میشه سی و هفت ممیزه هفت حالا اینا رو از هم دیگه کم میکنیم 10 x منهای x میشود 37 ممیز 7 منهای 3 ممیز 7 خب اینجا میشه 9 x اینجا میشه 34 x مساوی میشه با 34 9 x میشه 34 9 عرض به خدمتون که هم با 3 و 57 سه و پنجا و هفت خب اول گفتم باز نیست که اونو بسته نه نه سرفیس بازه میکروفون تم درست خب صدا میاد بچه الان یه نده میکروفون ها رو بس صدا میاد همه عددش کارشون عددی شده میگم صدا میاد میزنه یک خب باشه قبوله عرض به حضورتون که سه ممیز 57 چند رقم تکرار میشه بچه ها؟ دو رقم تکرار میشه پس دو طرف رو ضرب داره صد میکنیم این میشه 357 ممیز 57 حالا اینا رو از هم کم میکنیم این میشه 100 x منهای x مساوی 357 ممیز 57 منهای 3 و 57 حالا 100 x منهای x میشه چقدر؟ 99 x اون دوتا هم 57 که با این میره میشه 354 یعنی x مساویه با 354 99 این به 3 ساده میشه میشه 118 33 اگر سوالی هست لطفا بفرمایید جان ببین عدد اینجوری دیگه 3 ممیز 57 57 57 57 57 الی آخر حالا وقتی که ضرب در صد کردیم این ممیزه اینجا برداشته میشه دو رقم میره جلو دیگه سوالی نیست بچه ها آره دیگه به همون تعداد میره جلو بچه ها هر چیزی رو که نمیفهمین لطفا بپرسین کلاس مال خودتونه اجازه داریم بپرسین اگر نپرسین ممکنه یاد نگیرین بعدا مشکل پیدا میکنین خب بچه ها به این میگن متناوب مرکب میدونی چرا متناوب مرکب؟ چون بعد از ممیز بعضی از رقم ها تکرار نشدن بعضی از رقم ها شده تکرار شدن یعنی در حقیقت اینجوری دو حالا پنج 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 الی آخر به این میگن متناوب مرکب اون قبلی ها متناوب ساده بودن یعنی بعد ممیز همه تکرار میشدن اینجا بعضیشون تکرار نمیشن میگن متناوب مرکب اول میایم دو طرف رو در اون تعداد رقمایی که تکرار نمیشن چند رقم تکرار نمیشه بچه یک رقم ضرب در ده میکنیم ممیزه یه دونه میره جلو میشه 22 ممیز 5 خب حالا چند رقم تکرار میشه؟ یه رقم
دو طرف رو باز ضرب در 10 میکنیم، این میشه 100 x مساوی 225 ممیز 5. حالا اینا رو از هم کم میکنیم آقایون، منهای 22 و نیم این ور میشه 90 x، اون طرف میشه 203، پس x میشه 203 90. درست شد آقایون؟ خب من از این مرکبات دو تا دیگه می نویسم حل می کنم، پس اینکه یاد بگیرید دو تا دیگه از اون می نویسم، لطفا دقت کنید بچه. متناوب مرکب گفتیم اونایی هستن که بعد از ممیز چند رقم تکرار نمیشن، بعد چند رقم شروع میکنه به تکرار شدن. یعنی مثلا فرض کنیم که x مساوی با x مساوی با مثلا 3 ممیز 148 روی 8 دوره گردش، یا یکی دیگه بگیم x مساوی با 7 ممیز 293 روی 93 دوره گردش. اینا دوتاییشون متناوب مرکب هست. آقا حواس اینجا باشه لطفا. خب اینجا میبینیم دو رقم هستن که تکرار نشدن، دو طرف رو ضرب در چند میکنی؟ ضرب در 100، این میشه 100 x مساوی با 314 ممیز 8. حالا چند رقم تکرار شده؟ ضرب در 10 میکنیم، این میشه 1000 x، این میشه 3148 ممیز 8. این دو تا رو از هم کم میکنیم، این میشه 1000 x منهای 100 x مساوی با 3148 ممیز 8 منهای 314 ممیز 8. خب این میشه 900 x، این 8 با این 8 میره 314، اگه از این کم بشه چقدر میشه؟ 48 که 314 میشه 34، 2834، یعنی x میشود 2834 900. فهمیدن آقایون؟ آقای فضایری میفهمی عزیزم؟ بچه اینا یه راه تستی هم داره که راه تستیشو کتاب دانش گفته، ولی فعلا من قبول نمی کنم چون نگفتم هنوز، باید راه تشریحی رو بریم. اگر تو امتحان دادیم از تشریحی ازتون میخوان، بعدا خودم میگم به موقعش که راه تستیش چجوری و چجوری بتر کنیم. خب عرض به حضور شما که بریم سراغ تمرین بعدی. سوال 17 میگه که عددی گویا جانم یه بار دیگه بفرمی؟ فقط سریع سال 17 میگه عددی گویا و عددی گنگ بین رادیکال 7 و رادیکال 10. خیلی سوال ساده ایه، بین رادیکال 7 و رادیکال 10 بنویسید. خب بگو ببینیم آقای نعمت اللهی. رادیکال 9 گویا، بله، رادیکال 7 هم گویا، رادیکال 7 یا 8، رادیکال 7 و 11 هم گویا. بله چون هفت ما گفتیم بین رادیکال افراد کنیم، بله بیشمار عدد گویا و گنگ اینجا وجود داره بچه ها، که اینجا فقط یکی یه دونه شخواسته، یه دونه هم که خیلی تابلوه، همون رادیکال هشت رو میتونیم بگیم و رادیکال نه. رادیکال هشت این میشه گنگش، رادیکال نه هم گویاش. اینجا می‌نویسیم رادیکال هشت عضو گنگ یعنی کیو پریم، رادیکال 9 عضو عدد گویا کیو، این میشه گویا، اون یکی میشه گنگ. خب الان توی یه سوال دیگه ای میرسیم که اون چجوری مثلا ما اون بی شما رو پیدا میکنیم، واسه تون میگم چجوریه. خب بریم سراغ سوال 18 کوش. گفته که مجموعه های زیر را روی محور اعداد
نشان دهید مجموعه های زیر روی محور اعداد حقیقی نشان دهید، که اینم خیلی ساده است. آ مساوی با x به طوری که x عضو r و x بین منهای 1 و 3 و x بین منهای 1 و 3 هر دو تایشون هم مساوی دارن. اینجا که هر دو تایی مساوی دارن یعنی چی بچه ها؟ یعنی خود منها یک هم هست و بزرگترش هم هست، یعنی که یعنی وقتی نشونش بیدیم چه جوری میشه اون وقت؟ خب حالا من محورش رو بکشم تو ببینیم که چه جوریه. بعضی ها فکر میکنن که این محوره با دو طرفش با هم مساوی باشه، در صورت که اینجوری نیست. حالا قشنگتره که حالا مساوی باشه، ولی که هم مهم نیست، فقط واحداتون باید با هم دیگه تقریبا برابر باشه اندازش. خب اینجا 1 2 3 4 5 6 این هم منهای 1، منهای 2، منهای 3، منهای 4، منهای 5 آخر. 1 2 3 4 5 6 منهای 1، منهای 2، منهای 3، منهای 4، منهای 5. خب عرض به حضور آقایون که گفته بین منهای 1 و 3، این منهای 1 این هم 3، اما حالا که مساوی داره توی دایره ها پر میشه، مساویش باعث میشه توی دایره پر بشه، یعنی خودش هم هست. اینو به این وصف میکنه. اینجا گفته بین منهای 2 و 5 و هیچ کدومشون هم مساوی ندارن، توی دایره ها خالی میمونن، یعنی خود منهای 2 و 5 نیستن. فهمیدن آقایون؟ اگر کسی نفهمیده بگه که من دوباره توضیح بدم. فهمیدن آقای فضائلی؟ خب سال 19، سال 19 اومده دو تا مجموعه داده، گفته آقا اشتراک اینا رو شما نشون بدید، اشتراکشون رو روی محور نشون بدید. آ مساوی با x به طوری که x عضو آ و x بین 4 و منهای 2 هر دو تایش هم مساوی داره و ب مساوی با x به طوری که x عضو r بازم و x بین 0 و 5. خب اینجا میایم روی یک محور نشونشون بدیم تا بتونیم اشتراکشون رو پیدا کنیم. این یه خود عددش فاصلش میزون نشد. خب 1 2 3 4 5 6 7 اولیش گفته که x بین منهای 2 و 4، این منهای 2 این هم 4 مساوی هم دارن، توی دایره ها چیکار میکنی؟ پر میکنی. بعدیش گفته بین 0 و 5، بین 0 و 5 این 0 اینم 5، هیچ کدومشون هم مساوی ندارن، یعنی تو دایره شو پر نمی کنی.
خب اشتراکش لطفا دقت کنین بچه ها، لطفا همه دقت کنن ببینن اشتراکشو، یعنی اونجایی که مال هر دوتایشونه کجا میشه. اشتراک این دوتا مجموعه میشه اینا، یعنی خود چهار هم ولی صفر نیست. وقتی اینجوری می‌نویسیم میگیم آ اشتراک ب مساوی با x، به طوری که x عضو r باشه یا عدد حقیقی باشه و x بین چهار، چون خود چهار هست مساوی میذاریم و صفر. فهمیدن آقایون؟ اگر کسی نفهمیده لطفا بگه. جان نه دیگه، عدد گویا گنگ و حقیقی که میشه جمع اینا نمیشه نشونشون داد، چون که تعدادشون خیلی زیاده. قبل اون محور با خط نشون میدیم یا از اینجا تا اینجا همه شون هستیم. ببینی حالا بیشمار میگم، یعنی قابل شمارش نیستن دیگه، خیلی زیاده. البته حالا تو ریاضیات عالی، حالا کلاس‌های خیلی بالاتر، اینا رو به یه ترتیبایی میشمارن که حالا به عقل ما نمیرسه، مثلا اینه که ما میگیم بیشمار. خب یه ذره سریع‌تر بچه ها، یه ذره سریع‌تر. بله در خدمت شما هست. عرض به خدمتتون که سال شماره 20 گفته که 5 تا، ببین نگفته چند تا عددش افتاده، ما میگیم 5 تا عدد گنگ، 5 تا عدد گویا بین رادیکال 5 و رادیکال 10. حالا ببینید که چقدر ساده است. بین رادیکال 5 و رادیکال 10 اینجا میخواییم 5 تا عدد گویا بنویسیم اول. خب کی میخواد بگه؟ بگو خدا بخشی. خب 5 تا بقیهش چقدر نام داری؟ کی؟ 8 و 4 دوم. یعنی چی؟ صدای منو نده. استاد داری؟ بله. عدس اون نوشتی؟ خب اجازه بدین آقای افروز هم بگی. آقای افروز بگی. استاد الان صدای آقای افروز. آقای افروز بفرمایید میکروفونتون بازه عزیزم. داری حرف میزنی ولی صدات نمیاد. مال کی؟ مال ما؟ این مال شما شاید ایراد داشته باشه، مال ما ایراد نداره. این تا صده همش تا آخره. عرض به خدمتتون که استاد صدای من الان میاد؟ این پایین رو زیادش کردم، اینو میدین؟ خوبه؟ حالا صحبت کن افروز؟ استاد صدای من داری؟ نه قد شده بود از اول، از این بس کنی استاد من وانم گفتم رادیو کنیم 5 میشه 2 ممیز 23. پس گفتم استاد فراکاری کنی دیگه 3 2 ممیز 4 2 ممیز 5 2 ممیز 6 آیا افروز صحبت کن؟ آیا افروز؟ بله متاسفانه خب بعده کافیه، ممنون دیگه خودم بقیش بلده جان. استاد می شما بگید بفرمی استاد میگه
بله رادیکال 7 هم گون میشه، رادیکال 9 میشه گویا، رادیکال 8 هم چی گون؟ خب رادیکال 9 و 1 هم چی گون؟ ببین 5 تا گویا بود، 5 تا گویا، 8 تا گویا. خب که چی حالا؟ یعنی 5 تا گویا و گون. آه یعنی رو هم میخوادی 5 تا در هم بگی؟ بله. آره خب آقای فضلی میخوای بگی؟ بله بله ببینید همینجور که آقای فضلی فرمودن ما میدونیم حتی افروز اینجوری گفت تا قشنگ هم بود خب رادیکال 5 تقریبا میشه 2 و 2 دهم 2 و 24 ثانیه میشه البته رادیکال 10 هم تقریبا میشه 3 و 16 ثانیه حالا بین این دوتا دیگه شما 2 و 24 مثلا بگو 2 و 3 دهم مثلا خیال خود راحت کن بعد 2 و 4 دهم 2 و 5 دهم 2 و 6 دهم 2 و 7 دهم درست شد؟ تازه همون 2 و 3 دهم هم بگیم 2 و 3 2 و 31 2 و 32 2 و 33 میتونیم اصلا تو همون یه درجه هر چی خواستیم بگیم بعد بیشمار عدد اینجوری به دست میاد بچه ها اما گنگ حالا عدد گنگشو آقای سپهر ابراهیمی میخواد بگه چون خیلی وقت تو نوبته بله دیدی بله گفت رادیکال 5 و 1 رادیکال 5 و 2 رادیکال 5 و 3 رادیکال 5 و 4 باید حواسمون باشه که اینا مربع کامل در نیفته رادیکال 5 و 5 اینا میشه 5 تا عدد گنگ البته رادیکال 6 رادیکال 7 رادیکال 8 هم میشد که بنویسید خب ممنون دستون درد نکنه سوالی هم که نیست الحمدلله جان چهار تا گویا بگم خب هر چی میخواد 2 و 24 تا 3 و 16 چهار تا بنویس خب نعمت الله سوال داری؟ سوال 21 سوال 21 میگه که عرض به خدمتتون که اعداد 3 تا عدد گنگ داده گفته رو محور نشونشون بدید رادیکال 10 و رادیکال 2 به اضافه 3 و و 3 منهای رادیکال 5 خب عرض به حضورتون که محور رو بکشیم حالا بعدش صحبت میکنیم هر روز ازتون پذیرایی میکنن جا؟ چرا؟ به مناسب پیامبر چی بود ازتون پیامبر؟ آخه تو اون کلاس گفتیم حضرت محمد امام چندم بود؟ بچه ها درست نمیدونستن گفتم یکیش گفت فکر میکنم که پیامبر بودن بچه مسلمان دیگه بعد واسه جون توضیح دادیم که درسته خاتمه پیامبران هستم ولی کم حضرت محمد مقام امامت هم داشتم یعنی هم مقام امامت داشتن هم نبوت خب نبوت حالا چون بالاتره همون نبوت خب
حالا بعد یه تولد دیگه یه هم هست فردا چی اون و؟ تعطیله به خاطر هم تولد امام جعفر صادقه، تولد امام جعفر صادقه و تولد حضرت محمد. خب حالا امام جعفر صادق امام چندومه؟ فکر کنی دیگه شما چی خدا بخشی؟ نظری نبود. آقای فضایلی پنجم شما فضایلی؟ شما نمیاد دینی هر دو یادن یه دیگه تفکر نمیشه. حالا اب نداره، حالا به نظر شما چندومه؟ من هفتم. هفتم شما چی سپه؟ یا شیش یا هفت. یا شیش یا هفت، بالا پایین دیگه نداره. شما چیز آقا بچه نوشتن تقلب دارم نوشتن. خب آقای طالبی هفتم. خب عرض به حضورتون که ببینم دیگه کی نوشته بود اینجا شیشم. بله امام جعفر صادق امام شیشم هستن. آقای بدر رضایی هم نوشتن هفتم. خب بله امام رضایی کاظم هستن. بچه ها شما مثلا مسلمونی شیعه هستی، عرض به خدمتتون که خیلی زشته یه آدم 15-16 ساله یه مسلمون شیعه اماماشو ندونه، ندونه یه امام همه چندونه. بعد از این هم شما قرار نیست جایی بهتون یاد بدن دیگه، همین اگه حالا تو کتاب ها گفتن یا حالا ممکنه تو خانواده وقت صحبت بشه اینا، یعنی اینکه شما 10 سال دیگه 20 سال دیگه از این دین و ایمون چی بلدین و چی میدونین اصلا معلوم نیست. حالا بکنید هم بچه های شما دیگه چی میشن؟ سعی کنید؟ به هر حال یه چیزاییه که دست خودتونه، سعی کنید که یه مقدار اعتقاداتتون حالا هم قوی بشه که پشتوانه زندگیتونه و کاراتون، همین که یه مقدار اطلاعاتتون راجع به این مسائل بیشتر بشه. اینا که یاد میگیریم مثل آقا این نمیگه که هر سال پاک بشه دوره اطلاعاتمون از نو، اینه که نباید پاک بشه اینا، خیلی هم زیاد که نیست، یه سری اصوله یه سری بالاخره یه چیزایی که ما بدونیم. الان مثلا شما به یه دونه اصلا بچه یهودی یه بچه لا مذهب مسیحی غیره چه فرق داری؟ از صبح تا شب، از صبح که از خواب بلند میشی تا شب که میخوابی ببینی چه فرقی داریم با یه نفر که هیچ دین و ایمونی نداره؟ واسه چی اصلا میگیم ما مسلمانی؟ بعدم حالا ببینی متاسفانه جدیدن یه سری اومدن دین و ایمون رو با سیاست قاطی کردن، مثلا فکر میکنن چون مثلا اینجوریه گرون شده فلان، چون گرونیه، چون اینجوریه، چون اونجوریه، ما اصلا نمیخوایم مسلمان باشیم. اصلا مسلمانی که به این ربطی به گرونی و ارزونی و این رژیم و این نمیدونم حکومت و رئیس جمهور نداره که. اینا الان 40 ساله که مثلا جمهوری اسلامی شده. خب قبل از این 40 سال هم بازم مردم دین و ایمون داشتن، قبل از اون هم داشتن، قبل از اون هم داشتن. اینه که ربطی اصلا به دین و این و ایمان ما کاری به حکومت نداره، به مسئولین کاری نداره. مسئولین بعضیشون ممکنه که خطایی هم بکنن، بعضیشون ممکنه کار درستی بکنن، نه اون درستاش به دین مربوط میشه نه اون نادرستاش، هر کسی به خودش مربوط میشه. ولی دین یه راه و روش زندگیه و حالا اگر خوب فکر کنیم ببینیم که بالاخره یه خورده باعث میشه که آدم هم یه آرامشی داشته باشه، هم بهتر واسه خودش و واسه جامعهش زندگی کنه. ولی حالا غیر از اونا این اشته خیلی الف باشه باید بدونیم اینه که زشته که حالا دانش آموزی بود تازه حالا زنگ قبل سید هم بود، حالا سید نرفیشی یعنی از آل پیامبر خانوادگیش وقتی بری جلوتر، اون وقت اینم نمیدونست که مثلا امام جعفر صادق بین هشتم و پنجم و اول حتی مثلا بحث میشه، امام اول مثلا نمیدونستن دیگه، واقعا خیلی آبروریزیه. خب بریم سر کار. شما درست شدن این نیست. هم سه شنبه شیاده تا امام شیاده صفحه شده تو بلی کرم شنبه میشه ده. خب رادیکال ده وطن مثلث قائم الزاویه که یه زلش سه باشه یه زلش یک،
پس ما میایم از صفر سه واحد شروع میکنیم به سمت راست میایم، بعدش یک واحد میایم بالا. اینه که وضع کنی از راه فیثاغورسی به دست میاد رادیکال ده. حالا سوزن پرگاه رو روی صفر میذاریم به این اندازه کمان میزنیم، این میشه رادیکال ده. یعنی فاصله اینجا تا صفر میشه رادیکال ده. اما رادیکال دوی به اضافه سه، رادیکال دوی به اضافه سه یعنی که از سه رادیکال دو تا باید بیاییم به طرف راست. رادیکال دو یعنی چی؟ یعنی وتر مثلث قائم الزاویه‌ای که هر ضلعش یک باشه. این یک، اینم یک، این میشه رادیکال دو. حالا میایم به این اندازه یه دونه کمان میزنیم، سوزن پرگاه رو میذاریم رو سه، اینجا یه کمان میزنیم، اینجا میشود سه یه به اضافه رادیکال دو. جا بله، وقتی که اگه نگفته باشه یعنی از صفر شروع. اینجا میگه سه یه منهای رادیکال پنج، یعنی از سه رادیکال پنج تا میایم به طرف منفی. به طرف منفی میای یعنی که یه مثلث قائم الزاویه میکشی که یه ضلعش دو باشه یه ضلعش یک، یه ضلعش دو یه ضلعش یک، اینو وضع میکنیم، این میشه رادیکال پنج. حالا سوزن پرگاه رو میذاریم روی صفر و یک کمان میزنیم، سوزن پرگاه رو میذاریم روی صفر و یک کمان میزنیم، ببخشید میذاریم روی سه. چی شو؟ چه جالب، حالا چی اومد؟ این خیلی چیزه ها، چی میگن؟ خب میشود سه منهای رادیکال پنج. حله؟ سال 22 که خیلی ساده است، اومده یه سری عدد داده گفته قدر مطلق اینا رو بنویسی. خب قدر مطلق یعنی که مقدار مثبتش رو بنویسی، اینجا عدد، اینم قدر مطلق. منهای 18 5 ممیز 3 منهای 123 0. چی میگی خدا بخشی؟ من اینکه تو بزن نه خیلی من اشتباه نمیشتم چون فروه لا 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 از کجا آوردن شما رو آخه؟ خب عرض به حضور تو که حالا قدر مطلق اینا اگر عدد مثبت باشه که قدر مطلقش میشه خودش، اگر منفی باشه قدر مطلقش میشه قرینش، اگر منفی باشه قرینش میشه قدر مطلقش. خب این که منفیه میشه 18، این که مثبته میشه خودش، این که منفیه قرینش میشه 123، صفر قدر مطلقش میشه خود صفر، چون اصلا نه مثبت نه منفی. خب رادیکال 5 منهای 3 منفیه یا مثبته بچه ها؟ چون 3 میشه رادیکال 9. ببینید این رادیکال 9، این هم رادیکال 5. حالا رادیکال 5 منهای رادیکال 9 میشه چی؟ میشه منفی، این کوچکتر از صفره، پس قرینه میشه. اینو هم میشه اینجوری بنویسیم بچه ها، بگیم رادیکال 5 به اضافه 3، هم بگیم 3 منهای رادیکال 5، فرقی نمی کنه، هر کدومش که دوست داشتین میتونین بنویسین. بعد رادیکال 145 منهای 11، این منفی یا مثبت بچه ها؟ مثبته، چون که 145 میشه 12 و خورده ای. حالا اگه از این من ندونی 111 میشه رادیکال 121، منهای رادیکال 145 این میشه مثبت، بزرگتر از صفر، پس خودش نوشته میشه، میشه رادیکال 145 منهای 11. اما این یکی که خیلی ساده است، این سه تا منفی میشن چی؟ میشه منفی، پس قدر مطلقش میشه مثبت. درست شد آقایون؟ بریم سوال 23.
میگه که چرا عبارات زیر به ازای هیچ عددی برای آ و ب برقرار نیستم؟ خب اینجا میگیم قدر مطلق دعای به اضافه یک مساوی منهای سه و قدر مطلق آ مساوی منهای ب دو منهای یک. بچه قدر مطلق همینجور که گفتیم میشه مقدار نامنفی، یعنی یا مثبت یا صفر، درسته؟ الان اینجا توی این تساویایی که به ما داده باید اینو بنویسیم بچه، چون طرف راست نمیخوایم حالا چون بنویسیم چون طرف راست هر دو عبارت، درست شد؟ طرف راست در دو عبارت نامنفی می باشد ولی طرف چپ هر دو تا، طرف چپ هر دو منفیه. ببینید اینجا منهای سه یعنی همیشه منفیه، این پایینی هم گفته منهای به دوی منهای یک، یعنی هر چی به جای به بذاری منفی میشه. پس نمیشه یه طرف تساوی نامنفی باشه یه طرفش منفی. پس این روابط هیچگاه برقرار نیست، هیچگاه برقرار نیست. درست شد بچه ها؟ نه دیگه عزیزم، شما به نگاه کردنه چیگاه تو دفتر شما طرف راست نوشتی؟ آه راست میگی، طرف چپه، من اصلا اشتباه دارم بگم واسه شما نیم، من اشتباه گفتم، چپ و راستم هنوز یاد نگرفتم. نه منظور اصلا نباشم، من خودم اشتباه کردم، چون طرف چپ و طرف راست نصف، از دقت نظرتون و از جسارتتون که به معلمتون میگه غلط نوشتی، از اون وقت بعد میرسم یه موقعی. خب ما اون وقتا این معلم غلط هم میلیوش میگفتیم این درسته، کتاب غلط گفته، نه اینکه حالا ما یه ذره اشتباه کنیم این همه آورزی کنیم تا دیگه ضبط هم داره میشه ایچی. خب 24 گفته طرف دوم عبارات زیر را بنویسید، رادیکال منهای 5 به توان 2، رادیکال آی به اضافه ب به توان 2، رادیکال ایکس منهای 1 به توان 2 و رادیکال 3 منهای رادیکال 5 به توان 2 و رادیکال 5 منهای رادیکال 3 به توان 2 و رادیکال 7 منهای 3. بچه چون همه اینا توان 2 دارن، خب توان 2 با رادیکال میتونه بره، یعنی اون زیری ها میتونن بیان بیرون، ولی کن در مورد رادیکال هایی که فرجه زوج دارن، فرجه زوج همین ریشه دوم مثل همین رادیکال که ما داریم، اینا قانونش اینه که از زیر این رادیکال فقط مقدار مثبت بیرون میاد، قانونش اینه که از زیر رادیکالی که فرجه زوج داره مثبت میاد بیرون، آفرین، قدر مطلق میاد بیرون. میتونیم بنویسیم قدر مطلق منهای 5، خب میشه 5. اینجا بگیم قدر مطلق آی به اضافه ب، چون نمیدونیم آ و ب چی هستن، همون قدر مطلق باید بذاریم تا بعدن که معلوم شد آ و ب چی هستن اون وقت قدر مطلقشو برداریم. آیون لطفا حواستون به کلاس باشه. بعدیش قدر مطلق ایکس منهای 1، اینجا تو کلاسی من هستم حواستون پرته، آقا تو خونه که قشنگ خوابیدی زیر پتو یه نگاهی هم به این مانیتور میکنی معلوم میگیر چی یاد میگیری. بعدیش قدر مطلق 3 منهای رادیکال 5، بچه این 3 منهای رادیکال 5 منفیه یا مثبته؟ مثبته، پس خودش میاد بیرون میشه 3 منهای رادیکال 5.
اما بعدیش قدر مطلق پنج منهای رادیکال سه این مساوی چی میشه؟ این من پنج منهای رادیکال سه منفی میشه؟ آها منفی شد صورت چه غلطی میشتم آره رادیکال پنج منهای سه رادیکال پنج منهای سه خب حالا این منفی میشه چون سه میشه رادیکال نو اینم میشود پس عرض به خدمتون که رادیکال پنج منهای سه گفتیم این منفیه ماله وصل الان حالا اومد دیگه ها الان وبکم اومده نه ایمن وبکم نمیخواین حالا دیگه بیا ما صدا میاد بچه ها صدا بله خب بریم عرض به خدمتتون چون منفی میشه اینجا دو جور میتونیم بنویسیم هم میتونیم بگیم منهای رادیکال 5 به اضافه 3 هم میتونیم بگیم 3 منهای رادیکال 5 فرقی نمیکنه اما آخریش قدر مطلق رادیکال 7 منهای 3 خب این مثبت یا منفیه بچه‌ها منفیه چون 3 یعنی رادیکال 9 پس این منفیه اینم دو جور میتونیم بنویسیم میتونیم قرینه شون کنیم رادیکال 7 منهای 3 منهای رادیکال 7 به اضافه 3 یا 3 منهای رادیکال 7 درست دایون؟ بله خب بریم سراغ سوال 25 یه ذرم با تونتر بریم که خیلی قدم زمین رفتیم توی کلاس خب اگر x بین 1 و 0 باشه حالا چطور بود این امروز بهتر از کلاس خونه بود یا نه حالا ببینید من بدون تعارف میخوام بدونم نمیخواد که حالا رو دروسی کنید مطمئنی؟ یه چیز راستی هم بخوام بگم میگم قیافت من نزدیک مهربونتر بله یعنی از تو مانیتور بدتره؟ حالا قیافه اصلی رو نهیدید بعد این کلاس حضوری بشه اون وقت میبینید چی میشه؟ خب حالا این خوابت نیومد که مشکل اگه مشکل پیدا نمی کردی تو خواب خودش خوب بوده خب عرض به حضورتون که اینجا میشه قدر مطلق x منهای 1 به اضافه قدر مطلق x بچه گفته x بین 0 و 1 مثلا مثل 75 صدم مثل نیم میتونیم یکی از این مقادیر رو بذاریم ببینیم جوابش چی میشه x منهای 1 اگه x رو بیایم نیم بذاریم خب منفی میشه دیگه درسته پس اینجا میشه منهای x به اضافه 1 چون که این منفی میشه اما خود x مثبته خب چون از 0 بزرگتره اینجا میشه به اضافه x پس جوابش میشه چند؟ میشه 1 خب سوال 26 سوال 26 دو تا معادله قدر مطلق داده که بسیار ساده است خب بچه ها این معادله قدر مطلق یه ذره دقت بیشتر میخواد ببینیم بچه ها ما میدونیم قدر مطلق نامنفیه نامنفیه یعنی چی؟ یعنی بزرگتر یا مساوی صفره درسته؟ اما این ور اصلا خودش گفته منفی گذاشته پشتش یعنی کوچکتر و مساوی صفره مگه میشه یه طرفش بزرگتر و مساوی صفر یه طرفش کوچکتر و مساوی صفر در چه صورتی اینا برابر میشن؟ وقتی که مساوی صفر باشن وقتی این عبارت درسته که هر دوتایی صفر باشن یعنی هم این باید صفر بشه هم این باید صفر بشه
اما طرف چپ یه معادله درجه دوه، ما معادله درجه دو بلد نیستیم حل کنیم، میایم طرف راست رو حل میکنیم، میگیم آقا آی منهای یک اگه بخواد بشه صفر چی میشه و یعنی آ میشه یک. حالا ببینیم اگر یک بذاریم توی یکی آیا این صفر میشه؟ اگر یک تونستیم رو صفر کنه جوابش میشه یک. یک به توان دو منهای صفر ضرب در یک به اضافه دو آیا مساوی صفر میشه؟ ببینیم یک منهای صفر به اضافه دو میگیم آیا مساوی صفره؟ میبینیم که بله صفر مساوی صفر و در نتیجه جوابش میشه آ مساوی یک. یعنی یه عددی پیدا کردیم که دو طرف رو صفر کرد. دومی هم همینطوره، آی منهای دو رو مساوی صفر قرار میدی آ میشه دو. حالا ببینیم آیا دو به توان دو به اضافه پنج دوتا منهای چهارده آیا مساوی صفره؟ میشه چهار به اضافه ده منهای چهارده آیا مساوی صفره؟ صفر مساوی صفر، بله پس آ مساوی میشه با دو. ببخشید من یه تندتر گفتم به خاطر اینکه دیدم زمان داره از دست میره. نه خیر من میشه رد میشم از شما. حالا میذارم واسهتون، الان فیلمشو میذارم بریم قشنگ نگاه کنیم و اگه وقت کردم آخر سر میارم، چون که الان زمانمون کمه با توی زمان دو تا سوالم حل کنم من، بعدش برمیگردم ببینم. خب گفته اینا رو بدون قدر و مطلق بنویسید، فقط کافیه ببینیم مثبتن یا منفی. بچه سه رادیکال دو رو نگاه کنن، همه سه رو میبرم تو رادیکال، یعنی سه رو به توان دو میرسونیم میره تو رادیکال میشه 18. منهای رادیکال 49 خبی الان منفی میشه درسته یا نه؟ پس غریرش میکنیم، یا مینویسیم منهای سه رادیکال دو به اضافه 7 یا مینویسیم 7 منهای سه رادیکال دو. اینجا رادیکال 29 منهای سه رادیکال 3، این سه رو میبریم تو رادیکال، برای تو رادیکال بردن سه رو به توان فرجه میرسونیم، سه به توان دو میشه 9، در این ضرب میشه میشه 27، میشه رادیکال 27. این هم که رادیکال 29 این مثبت میشه خودش میاد بیرون، رادیکال 29 منهای سه رادیکال 3. اما این آخری از همه آسان تره، لطفا دقت کنید بچه اینو نگاه کنی، سه از دو بزرگتره درست یا نه؟ رادیکال 7 از رادیکال 3 بزرگتر میشه، یعنی حاصل این چی میشه؟ مثبت میشه. خب وقتی با یک جمع میشه بازم مثبته، یعنی خودشو بدون قدر مطلق مینویسیم، سه رادیکال 7 منهای دو رادیکال 3 به اضافه 1. خب بچه من آخریرم حل کنم که 28 گفته اینو ثابت کن. این خیلی مهمه بچه، این خیلی مهمه، خیلی هم آسونه، تو امتحانا زیاد سوال میاد. نگاه کنن لطفا، لطفا همه نگاه کنن، ما میخوایم از این به توان این برسیم به اون وقت. میگیم آقا این معنیش اینه که آ ضرب در آ ضرب در آ ضرب در آ همینجوری تا روز قیامت ضرب در آ، اینو همه میفهمن دیگه ها. اما یه قضیه ای داشتیم، من این قضیه رو اینجا مینویسم یادمون بیاد. گفته بودیم قدر مطلق آ ب میشه قدر مطلق آ ضرب در قدر مطلق ب، یادتونه این؟ یعنی اگه دو تا عدد در هم ضرب شده باشن میتونیم قدر مطلقاشو بگیریم. خب از همین استفاده میکنیم، بگیم پس الان این مساوی میشه با قدر مطلق آ ضرب در 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 قدر مطلق آ، یعنی چند مرتبه؟ پس این مساوی چی میشه؟ میشه قدر مطلق آ به توان این. تموش سر وقت تمام شد، خسته نباشید. نه اینو خب خودتون خسته نباشید، خب بچه های تو منزل خسته نباشید، اگه حرفی داریم بزنیم بچه ها. خب فرمایشی ندارم، اجازه بدید من اینا رو قطع کنم که نفهمم صدای شما رو. خب بفرمایید. خب میشه یه لحظه سوال 26 دومی شده؟ 26 دومی، بله بفرمایید. آها این دیگه قطعش کرده هم پیش بیرون میشه. خب خسته نباشین، خدا به شما.